سلام شنوندگان عزیز، با این امید که در سلامت جسم و آرامش الهی عیسی مسیح به سر میبرید، مطالعه دیگری در کلام خدا را آغاز میکنیم. عنوان این مطالعه هست طرز صحیح برخورد مسیحی با گناه. طرز صحیح برخورد مسیحی با گناه. عزیزان، آیات کلیدی این مطالعه در اول یوحنا فصل 1 آیات 5 تا 10 و همچنین اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 6 هستند. ابتدا با هم این آیات را مرور می‌کنیم و سپس به شناخت درس‌هایی که این قسمت از کلام خدا برای ما داره می‌پردازم. در این قسمت از کلام خدا می‌خوانیم: این است پیغامی که خدا به ما داده است تا به شما اعلام نماییم. خدا نور است و ذره‌ای تاریکی در او وجود ندارد. پس اگر بگوییم که با خدا رابطه نزدیک داریم اما در تاریکی روحانی و در گناه زندگی کنیم، دروغ می‌گوییم. اما اگر ما نیز مانند مسیح در نور حضور خدا زندگی می کنیم، آنگاه با یکدیگر رابطه نزدیک داریم و خون عیسی فرزند خدا ما را از هر گناه پاک می سازد. اگر بگوییم گناهی نداریم، خود را فریب می دهیم و از حقیقت گریزانیم. اما اگر گناهان خود را به او اعتراف نماییم، می توانیم اطمینان داشته باشیم که او ما را می بخشد و از هر ناراستی پاک می سازد. این کار خدا کاملا منصفانه و درست است، زیرا عیسی مسیح برای شستن و پاک کردن گناهان ما جان خود را فدا کرده است. اگر ادعا کنیم که گناهی از ما سر نزده است، دروغ میگوییم و خدا را نیز دروغگو میشماریم، زیرا خدا میفرماید که ما گناهکاریم. آمین. عزیزان، همچنین در انجیل اول یوحنا فصل 2 آیات 1 تا 6 چنین میخوانیم: فرزندان عزیزم، اینها را به شما می نویسم تا گناه نکنید. اما اگر گناهی از شما سرزند، کسی هست که برای ما نزد خدای پدر وساطت کند و بخشایش ما را از او درخواست نماید. این شخص عیسی مسیح است که مظهر راستی و عدالت است. او کسی است که تاوان گناهان ما را داده تا خدا ما را هلاک نسازد. او با این کار رابطه دوستانه میان خدا و ما به وجود آورده است. او نه فقط برای گناهان ما، بلکه برای گناهان تمام مردم جهان فدا شد. چگونه می توانیم مطمئن باشیم که خدا را می شناسیم؟ راهش این است که به قلب خود نگاه کنیم و ببینیم که آیا مایل هستیم احکام خدا را به جا بیاوریم؟ کسی که می گوید خدا را می شناسد اما احکام خدا را نگاه نمی دارد و خواست او را به جا نمی آورد، دروغ می گوید و از حقیقت به دور است. فقط کسی می تواند واقعا خدا را بشناسد و با او رابطه نزدیک داشته باشد که او را هر روز بیشتر دوست داشته کلام او را به جا آورد. کسی که ادعا می کند مسیحی است، باید مانند مسیح زندگی کند. آمین. عزیزان، قبل از شروع این تعلیم با هم دعا کنیم.
خداوند پدر آسمانی مهربان، از تو درخواست می کنیم تا در درک صحیح از آنچه که تو امروز می خواهی به ما تعلیم دهی کمکمان کنی. در نام عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین. دوست خوب من، هیچ انسانی، حتی ما ایمانداران به عیسی مسیح هم، هرگز نمیتونیم گناه را به طور کامل از زندگی خودمون حذف کنیم. بله، همه ما انسان‌ها هر از گاهی به نوعی گناه می‌کنیم و با این کارمون احکام خداوند و دل مهربان او را می‌شکنیم. اما ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم گناهان خودمون را نزد خداوند پدر آسمانیمان اعتراف کنیم و بدین طریق با او وارد رابطه‌ای صمیمی‌تر بشیم. لطفاً دقت بفرمایید، قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب تاوان تمامی گناهان ما را یک بار برای همیشه کاملاً جبران نمود. بله، وقتی عیسی مسیح به جای ما داوطلبانه بر روی صلیب جان خودش را فدیه نمود، در واقع وی تاوان گناهان گذشته، حال و آینده ما را یک بار برای همیشه کاملاً پرداخت نمود. عزیزان، وقتی ما به عیسی مسیح به عنوان خداوند و منجی خودمون ایمان میاریم، خداوند دیگه گناهان ما را به حسابمون نمیگذاره. یا به عبارتی دیگه، او به گناهان ما نگاه نمیکنه، بلکه خداوند به عدالت یعنی بیگناهی منجی من عیسی مسیح نگاه میکنه و بیگناهی عیسی مسیح را به حساب ما میگذاره. پس وقتی ما گناهی مرتکب میشیم، خداوند ما را در بیگناهی عیسی مسیح بیگناه میبینه و بیگناه هم قلمداد میکنه. چرا؟ چون همانطور که عرض کردم، عیسی مسیح با مرگ داوطلبانه خود به جای ما بر روی صلیب تاوان تمامی گناهان گذشته، حال و آینده ما را یک بار برای همیشه کاملا پرداخت نموده. به راستی که چه فیض و موهبت بیمانندی را خداوند در ایمانمان به عیسی مسیح به ما هدیه داده. اما با این وجود، ما ایمانداران به عیسی مسیح مادامی که زنده هستیم و در این بدنهای فانی بر روی این کره زمین زندگی می کنیم، هنوز در معرض وسوسه های این دنیا قرار می گیریم. بنابراین با در نظر داشتن این واقعیت، ما ایمانداران به عیسی مسیح باید به خوبی یاد بگیریم و درک کنیم تا وقتی که تسلیم خواسته های گناه‌آلود خودمون میشیم، بدونیم باید چه کار کنیم. عزیزان، خداوند پدر آسمانی ما ایمانداران به عیسی مسیح، یگان خدای بی نهایت دانا، مهربان و باوفایی هست. خداوند پدر آسمانی ما در حکمت و سخاوت بی نظیر الهیش همواره به فکر ما فرزندان خانواده الهی خودش هست. خداوند برای کمک به ما در روبرویی با وسوسه های این دنیا راه و روشی برای دریافت پاکسازی من از گناه را به ما داده تا بتونیم به وسیله آن راه و روش در تقدس و پارسایی که شایسته هر ایماندار به عیسی مسیح است رشد کنیم. عزیزان دقت بفرمایید، برای پاکسازی وجودمان از گناه، برای اینکه در دام گناهی اسیر نشیم، برای اینکه گناه بین ما و خداوند فاصله طولانی و عمیق ایجاد نکنه، برای اینکه بتونیم در قدوسیت و پارسایی شاد و موفق زندگی کنیم،
و بالاخره برای اینکه بتوانیم برای خداوند بدرخشیم و در جامعه های خودمون برای وی نور و نمک مثمر ثمری باشیم، باید بر اساس آموزه های کلام خدا سه اقدام را انجام بدیم. 1. اول از هر چیز ما باید گناه را همونطور که خدا میبینه ببینیم. بله عزیزان، ما باید گناه را همونطور که خدا میبینه ببینیم. عزیزان، نباید فراموش کنیم که خداوند پدر آسمانی ما، ایمانداران به عیسی مسیح، کاملاً قدوس، پاک و عاری است هر گونه خطا و گناه. هر چیزی که احکام خدا را نقض می‌کنه از نظر او گناه محسوب میشه. گناهان ما روح القدس، روح مقدس خداوند را که از لحظه ایمانمان به عیسی مسیح در ما زندگی میکنه را غمگین میکنه. همچنین گناهان ما ایثار و قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب به جای ما را کم ارزش میکنه و کوچیک میشماره. دومین اقدام ما در روبروی با گناه باید این باشه که مسئولیت گناه خودمون را بپذیریم. بله عزیزان، در روبروی با گناه ما باید مسئولیت گناه خودمون را بپذیریم. هر گونه سعی و تلاش ما برای کم اهمیت جلوه دادن ماهیت فجیع و بسیار زشت گناهانمان با گفتن این که این عمل من گناه نبود بلکه اشتباه من بود، در نظر خدای دانای مطلق ما غیر قابل قبوله. عزیزان، ما باید فروتنانه به جای بهانه تراشی یا سرزنش دیگران به گناه و نافرمانی خودمان نزد خداوند اعتراف کنیم. 3. سومین اقدام ما در روبرویی با گناه باید اعتراف آن به خداوند باشه. بله عزیزان، در روبروی با گناه ما باید آن گناه خودمان را حتماً به خداوند اعتراف کنیم. توافق ما با خداوند در مورد گناهمان یک امتیاز بی‌نظیر و مبارکی هست که او به ما بخشیده. عزیزان لطفاً دقت بفرمایید، در صورت توافق ما با خداوند در مورد گناهی که مرتکب شده ایم، او ما را از گناه و اثر آن گناه پاک می کنه. علاوه بر این، در صورت اعتراف گناهمان به خداوند و توافق با وی که بله من گناه کرده ام، آن وقت خداوند به ما قدرت عطا می کنه تا بتونیم از آن گناه دور بشیم و از نو شروع به رشد در تقدس و پارسایی داشته باشیم. دوست خوب من، لطفاً دقت بفرما، اگرچه یوحنای رسول نویسنده آیات کلیدی مطالعه امروزمان توضیح داده که ما ایمانداران به عیسی مسیح چگونه باید با گناه برخورد کنیم، اما هدف اصلی وی و همچنین خواست خداوند از ما اینه که در دوری از گناه و اطاعت از خداوند کوشا و مصمم باشیم. دوست عزیز من، هرچه از زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان آورده ایم بیشتر بگذره، یا به قول ما فارسی زبانان هرچه که مسیحی قدیمی تری باشیم، گناهان کمتری باید مشخصه زندگی ما باشه. عزیزان، از شما دعوت می‌کنم تا در پایان این تعلیم با خداوند گفتگو کنیم. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا که یگان خدای خلاق، دانا و مهربان هستی. خداوند، از تو سپاس گذارم زیرا که تو نور هستی و ذره‌ای تاریکی در تو وجود ندارد.
خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که مرا در حکمت و اراده الهیت آفریده و برای زندگیم نقشه عالی در نظر داری. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا که تو مرا بهتر از هر کسی می شناسی و از تمامی ضعف ها و گناهان من کاملا آگاهی. خداوند از تو سپاس گذارم، زیرا با وجود اینکه هر از گاهی خواسته یا ناخواسته گناه می کنم و دل تو را می شکنم، اما تو هنوز مرا دوست داری و مایلی تا به من کمک کنی تا از گناه و آثار گناه پاک شوم. خداوند عیسی مسیح از تو سپاس گذارم، زیرا که برای شستن و پاک کردن گناهان من جان خودت را به جای من بر روی صلیب فدیه نمودی. خداوند من اعتراف می کنم که گناهکارم و نیاز به فیض و بخشش الهی تو دارم. از تو خواهش می کنم به قلب و زندگی من بیایی و مرا از هر عادت ناشایسته و گناه کاملا پاک کنی. خداوند من واقعا مشتاقم تا احکام تو را به جا آورم و گناه نکنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مانند تو پاک و بیگناه زندگی کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هر گناهم را همانطور که تو میبینی ببینم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا مسئولیت هر گناهم را بپذیرم و بهانه تراشی نکنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا هرگاه گناهی مرتکب می شوم آن را به تو اعتراف و از تو درخواست بخشش کنم. خداوند عیسی مسیح به من کمک کن تا بتوانم مقدس و پاک زندگی کنم و هر روزه در تقدس و پارسایی که شایسته هر ایماندار به تو هست رشد کنم. خداوند عیسی مسیح دوستت دارم و ایمان دارم که تو هم مرا دوست داری و به درخواست های من از تو پاسخ می دهی. آمین. خدا را شکر عزیزان، امیدوارم مطالعه امروز ما در کلام خدا با عنوان طرز صحیح برخورد مسیحی با گناه موجب برکت شما بوده باشه. چنانچه عیسی مسیح قلب شما را لمس نموده و حال مایلی تا به او به عنوان خداوند و منجی خودتون ایمان بیارید، خوشحال میشیم تا از شما بشنویم. همچنین چنانچه برای شما سوالاتی به وجود آمده، لطفاً با ما تماس بگیرید تا در فرصت مناسب و کافی به تمامی سوالات محترم شما پاسخ بدیم. با تشکر از توجه و همراهی شما تا مطالعه بعدی در کلام خدا، فیض و آرامش الهی عیسی مسیح همواره با شما. آمین. مسیح من، توی شفای من، مسیح من، غذای جان من، مسیح من، آب حیات من، حیات جاودان شفیع آسمانیم.
مسیح.